ملت ایران تشکر میکنم و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم رفت تا با اونها یا کشته بشم یا حقوق ملت را بگیرم. من از عواطف طبقات مختلفه ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من بار گرانی است که نمی توانم جبران کنم. و من اینک در این محضر شریف در پاسخ به محبت و اعتماد یک پارچه مردم اعلام می کنم که به سهم خیش در راه استقرار حاکمیت اسلام که خواست ملت انقلابی ماست تا پای جان ایستاده ام. امام رو دعا کنند و این قلب تپنده مستضعفان جهان رو دعا کنند و برای پیروزی رزمندگان. و بار دیگر من ازتون خواهش میکنم که به جان امام دعا کنید. دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص به رجوع سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرند. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان. ائمه خدا سلام الله علیهم بودند، اونها بودند
و بعد فقها، اونهایی که متعهدند، اونهایی که اسلام شناسند، اونهایی که روح دارند، زاهدند، اونهایی که اراز از دنیا دارند، اونهایی که توجه به زرق و برق دنیا ندارند، اونهایی که دلسوزند برای ملت، اونهایی که ملت را مثل فرزندهای خودشون میدانند، اونها را تعیین کردند برای پاسداری. امام هم رهبری و ولایت فقیه را از بعد مفهومی در طی این مدت به خوبی در ذهن مردم به عنوان یک اعتقاد راسخ جا انداخت، هم این مفهوم مصداق بسیار ارزنده و منطبق با اون مفهوم رو در همون روز اول پیدا کرد با لطف خداوند. یعنی سرعت عملی که اتفاق افتاد توسط مجلس خبرگان و بعد از چندین ساعت رهبری و جانشینی امام معرفی شد و اعلام شد، نفس این که خلعی در مسئله رهبری و ولایت فقیه در نظام اتفاق نیفتاد، این هم یکی از عوامل و دلایل مهم تضمین و بقای نظام. جلسه تشکیل شده، مطلبی بود که بنا بود دوستان صحبت کنند و بفرمایند، لیکن در میان همه ما را کم روتر از همه پیدا کردند و این مطلب را بر عهده ما گذاشتند. عرض کنم که علی الرسم پس از آنی که جلسه خبرگان، اجلاسیه خبرگان تمام می شد، ما به حضور امام بزرگوارمون، امام راحلمون رضوان الله علیه بر الله مرقده، به حضور ایشون می رسیدیم، از محضرشون استضاعه می کردیم، استفاده می کردیم، دیدن جمالشون ما را به یک عالم دیگری متوجه می کرد. من خودم واقعش اینه که هر وقت به حضورش می رسیدم یک حالاتی، افکار دیگری پیدا می کردم و یک انقلاب روحی در من پیدا می شد و استفاده می کردم از دیدارشون و می دیدم که روایاتی که وارد شده است که ان نبر و الى باب العالم مثلا عباده فضلن ان جمالهی، این مطلب را در خود احساس می کردم. به هر حال این رسم بود و این یک توفیقی بود و ما خدا را شکر گذاریم که پس از ارتحال ایشون خداوند به ما کسی را نصیب کرد که باز با اطمینان دل بتوانیم همین معاشی را داشته باشیم. من اشکر الله علی هذه النعمه و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. فلذا از این جهت باز خواستیم که اون مطلب قبلی را، اون خاطره بسیار شیرین قبلی را باز تجدید کنیم به حضور برادر عزیزمون که قربتاً الالله تبارک و تعالی و مع تشخیص الواقع رأی داده این به ایشون. نموزوی که از کردن بتون شما یادگار عزیز امام هستید برای همه ملت و برای ماها که میزان علاقه امام به جناب عالی رو میدونیم و از زبان خودشون مکرر شنیدیم، و هم به خاطر شخص خودتون، هم به خاطر احترام به روح بزرگ رهبر عزیز عظیممون که به شما محبت می‌ورزیدن و گفتن
که شما رو عزیزترین اشخاص میدونن، ما هم شما رو بسیار عزیز و گرامی میداریم و حقیقتاً به عنوان یادگار عزیز و یگانه حضرت امام به حساب میاریم. از خداوند برای شما آرزوی صبر میکنیم. حقیقتاً مصیبت بزرگی است برای همه و برای شما و خانواده بزرگوارتون، خانم والده مکرمتون و بقیه خانم ها. از همه واقعا مصیبت سنگین تر و بزرگتره. خداوند ان شاء الله به شما صبر و اجر بده.